بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تک تک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه امام حسین علیه السلام و امیدوارم هر کجا که هستید صحیح و سالم باشید. یک بار دیگه با برنامه سرزمین عشق در خدمتتون هستیم و در شام جمعه ان شاء الله مهمان آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام. همچون شبهای گذشته امشب هم در خدمت جناب آقای دکتر حسین فریدونی هستیم به عنوان کارشناس برنامه و انشالله با حضورشون یک برنامه دیگر تقدیم حضور شما خواهیم کرد. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما و وقتتون بخیر. علیکم السلام و رحمت الله، جمعه شما هم بخیر باشد انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. با سلام محضر مقدس ولی عهد که امروز جمعه متعلق به این بزرگوار بود و با امید این که خدای متعال امر فرج و راحت جزوتر خودش اصلاح بفرماید انشاءالله و چشمار ما را به جمال دلارای او روشن کند انشاءالله، و با سلام به بینندگان گرامی و محترم که اظهار محبت می فرمایند و برنامه ما را تماشا می کنند، و با سلام خدمت جناب عالی، من در خدمت شما خدا شما خوشحال در خدمت اهل بیت باشید. از فهم به روی پا بستیم عرض ادب می کنم به جماعت از بینندگان بخش شده وارد بس بشیم بفرمایید. السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل عباس، السلام عليك يا قمر بني هاشم، السلام عليك يا ساقي العطاشة ورحمة الله وبركاته. خب به نیابت از همه شما بینندگان عزیز خدمت آقا عبدالله حسین علیه السلام و قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل عباس علیه السلام عرض ادب و سلام داریم و امید داریم که انشاءالله به برکت این ذوات مقدسه که خدمت حضورشون عرض سلام و ادب کردیم، خدای عزوجل تعجیل در فرج مولا و سرورمون آقا بقیت الله العظم روحی و روح العالمین لتراب مقدم الفدا قرار بده به امید خدا. امشب هم همچون شبهای گذشته در خدمت جناب دکتر فریدونی هستیم و انشاءالله بحث دین رو در پی خواهیم گرفت و نسبت به نظریات و تئوری‌های افراد برجسته‌ای که گاهن در مسیر برخلاف دین حتی نظریات و آرای شاز ارائه دادن صحبت خواهیم کرد تا بدین وسیله بهتر و بیشتر نسبت به خواستگاه دین اطلاعات و معرفت بیشتری کسب کنیم. جناب دکتر در خدمتتون هستیم، امشب هم ان شاءالله استفاده می‌کنیم از فرمایش. دین رو به عنوان خاصگاه دین ما در طی این چند شب به بعضی مغازه‌ها سر زدیم، کالاشون رو آوردیم در اختیار مردم قرار دادیم و نظراتشون رو ارائه کردیم. امشب نوبت آن است که از یک نفر دیگری که فرد ناموری است در دنیا، البته صرف نظر از ملیت او که حالا اصلا قابل بحث هم نیست، اسمش برتراند راسل هست و این آدم از فلاسفه قرن بیستم است و خیلی معروف، صاحب تألیفات فراوان، ضمن اینکه در ریاضیات هم به شدت فرد قابل ملاحظه بود، البته اینها بوده. ایشون یه چند سال پیشی مثل که با بی بی سی مصاحبه انجام میده، یعنی
میان سراغش باش مصاحبه میکنند و درباره امور مختلفه از اون میپرسند و او هم جواب میدهد. راجب توتم سوال میکنند، راجب فلسفه سوال میکنند، و یکی از سوالاتی که از او میشود راجب دین و مذهب هست. شون به اصطلاح نظرش رو به این شکل عرضه میکنه که البته در برخی موارد دیگر هم مشابه این نظری که الان میخوام براتون بخونم شما میتوانید پیدا بکنید. میگه من فکر میکنم که علت این خواستاری یعنی گرایش به دین ترس بوده است، چون بشر تا حدی خود را ناتوان میبیند و سه عامل است که موجبات ترس او را فراهم میآورد. یکی طبیعت است، به وسیله ساقه به او ضربه میزنه، به وسیله زلزله او رو در کام خودش فرو میبره. دیگر از عوامل ترس، عامل خود انسان، یعنی ترس انسان از انسان به شکل جنگ، در جنگ انسان ها علیه انسان ها هستند دیگه. و عامل سومش ارتباط زیادی با مذهب داره، شهوات شدید او هستند. حالا چرا سراغ شهوات رفته ای رو محل تأمله، که می توانند به انسان صدماتی وارد کنند و آنها در لحظات آرامش زندگی از آنچه از دست دادند پشیمان می شوند و مذهب موجب می شود که تعدیلی در ترس و وحشت آنها به عمل آید. این اصلا جمله ای که به هیچ وجه من در وجود قابل عرض کنم که ترک کردن نیست. اگر ترس عامل است برای ایجاد مذهب، واقعا تو داری عکس این قضیه رو آخر کارت میگی. مذهب موجب میشود که تعدیلی، یعنی انسان ها وقتی ترس و وحشت پیدا میکنند به وسیله مذهب چی میشه؟ متعادل میشه، متعادل میشوند. تو همون کارم میگی عامل ایجاد مذهب ترسه، دوتا مطلب کاملا متناقضه، که انسان ها وقتی میترسند سراغ مذهب میروند آرام میشوند، یا اصلا مذهب و ترس ایجاد کرده. این است و عرض میکنم باز هم ازش میخونیم در کتاب برگزیده افکار راسل. البته این کتاب که میخوام ازش بخونم اینه: در حالی که اشتیاق به اعتقاد مذهبی به مقدار معتنابه محصول ترس آدمی است. دیگه دو مرتبه مطلب به این شکل بدون آن که بخواد چیز بکنه، مثال بزنه، عنوان شده است. و باز هم تا مادامی که مذهب به ترس پناه میبرد از ارزش و مقام انسانی خواهد کاست. خب اول باید ما ثابت کنیم، ثبت الارض و من گوش، که واقعا مطلب اینجوریه که ترس باعث ایجاد مذهب میشود، در حالی که ما اساسا دقیقا خلاف این نظر داریم. از جاهایی که انسان اصطلاح به مذهب پناه میبره اون زمانی که به شدت میترسه، درست برعکس این ماجراست. نه اینکه ترس مذهب رو ایجاد کرده، در واقع ترس یه عاملی شده به خاطر این جهت که انسان به پناه یک عامل دیگری برود و از ترس آرامش پیدا بکنه. اون وقت این تیکه که میخوام عرض کنم براتون خیلی مطلب مهمیه. ما اگر فکر کنیم که ترس عامل پیدایش مذهب بوده است، اگر فکر کنیم به یه حرفای برخورد بکنیم، البته ما در شبهای متوالی و متمادی گفتیم این قضیه رو که ما وقتی میگیم مذهب فقط نظرمون آیین مقدس اسلامه، و اونم اسلامی که از در خانه اهل بیت پیغمبر ما آمده باشه بیرون. ما فقط اینو اسلام مرضی خدا میدونیم که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، اینا داریم حرف میزنیم. بنابراین آنچه میخوام عرض کنم بر مبنای همین مذهب داریم میگیم. خب اگر ترس باعث شود که مذهب درست بشه، پس بنابراین عرب میاد دنیا رو تسخیرش میکنه و دنیای تسخیر شده بسیاریشون این به اصطلاح آیین اسلام رو قبولش میکنند. خب این یک. اگر ترس باعث بشه که آدم یه همچین مطلبی رو در متون مذهبی اسلامی پیدا کنه، من اصبح
لا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. چقدر این مطلب زیباست. کسی که صبح بلند میشه اما فقط فکرش فکر خودشه، یعنی فکر به روزی خودشه، فکر کیف کردن خودشه. اگر کسی اینگونه صبح کند و در اهتمام نداشته باشه که وجود او چگونه به دیگران منفعت میرسونه، اگر ترس عامل ایجاد یه همچین مطلبیه، یه همچین مسئولیت شناسی رو به انسان فرا میده، اگر این ترسه که باعث میشه مغولهای وحشی که هر جا میرفتن ویران میکردند و میکشتند و تاراج میکردند، بسیاری از این مغولهای اینگونهی بیان مسلمان بشوند، ابو سعید و دیگرانی که در میان این مغولها مسلمان شدند، اگر ترس یه همچین کاری داره میکنه و اگر ترس عاملیست که پیدا میشه مذهب رو پیدا میکنه برای ما، که شما نگاه میکنید این مطلب خیلی قابل ملاحظه است. اسپانیا یا اندلس یه داستان بسیار رنجاوری داره، یک بخشای بسیار غرور آفرینی داره. مسلمان ها رفتن اونجا، نمیگم حال کارشون درست بود در رفتن اونجا، ولی رفتن اونجا دو قرن و نیم در اونجا ساکن بودند. در اون زمانی که اروپایی ها در توحش به سر می بردن، به قول اون نویسنده بزرگ عرب میگه سالی یه بار حمام نمی رفتن اصلا، پس چون اینجوری بود. ما در اون زمان، در اندلس اون زمان و اسپانیای امروز، ما دانشگاه ها داشته مسلمونا، و همونطور که الان رسمه درست برعکسشون بر رسم بود. الان رسمه افراد درس میخونن بعد میان فلان کشور میگن که ما رفتیم فلان کشور درس خوندیم، مثلا تخصص دکترای فلان گرفتیم، مثلا فرض کنید به این که رفتن جای دیگر افتخار میکنن. اون زمان مطلب عکس بود، میامدن مسیحی ها میگفتن ما رفتیم در اندلس در شهرها و کشورهای اسلامی، در اونجا خلاصه به این کمال رسیدیم. در اون زمان اونا اونجوری بودن و یه عده میرفتن اونجا پیششون درس میخوندن. اگه ترس باعث میشه که آدم اینقدر در دیگران تأثیر بذاره، واقعا باز اگر ترس باعث میشه که در انسان این تأثیر رو بذاره، به جوابه هم بگه اگر کسی کسی رو کش بدون جهت، کنه تمام مردم عالم رو کشته. اصلا این احترام به شخصیت انسان که در نزد هر فلسفه‌ای و هر فیلسوفی مطلوبه، فلسفه یکی از مسائلی که بررسی میکنه خود انسانه، یکی از کمالاتی که برای انسان قائلا همین قضیه است که انسان این همه ارجحیت داره، این همه ارزندگی داره، این همه بلند پروازی داره، واقعا که تا کجا میتونه بره. که چی؟ که خلاصه قضیه این که انسان رو اینجوری بارش بخواد بیاره، به به به، از این بهتر دیگه چیه؟ هر کی یک نفر را بکشد، کنه تمام مردم عالم رو کشته. کدوم مکتبی آمده؟ مکتب فلسفی؟ تو که فیلسوفی بگو که برای انسان اینقدر قدر و قیمت قائل باشه. نه تنها اینا، انسان کدامه؟ برای حیوانش. شما میدونید رساله دکتره من چیه؟ بله، حقوق حیوانات در اسلام و کشورهای دیگر. 3 سال تمام برای این تز من زحمت کشیدم، به تمام کشورهای دنیا نامه نوشتم که هر چی قانون دارین در مورد حمایت حیوانات برای من بفرستید، من میخوام با اسلام مقایسش بکنم. این تنها تزی بود که از دانشگاه ما، دانشکده ما، در ممتاز گرفت و رفت دانشگاه تهران چاپش کرد که الان دارمش این تز رو. آدم وقتی میذاره قوانین حمایت حیوانات رو در کشورهای دیگر و بعد میاد در کشور خودش هم، در دین خودش هم نگاه بکنه که دین اسلام در مورد حیوان چه گفته است، اصلا قابل قیاس به حضرت عباس نیستش. هیچ نوع چیز هم ندیم توی این وسط. گوسفند مقابل گوسفند نکشید، میبینه و رنج میبینه، نکشیدش. عاقل گوسفند باید انقدر تمیز باشه که تو بتوانی در اون نماز بخوانی. یه کاسه آب دستته، با سگت داری میری مسافرت یا با گربت مثلا فرض کن،
وسط را وای میشه تشنتونه، هم تو تشنته، ما خواهیم نمازم بخونی، همون سگه تشنشه. دین میگه بده سگه اون آبر اول، خود برو تیمم کن برای نماز خوندنه. این آیین منه، پیغمبر بیان میکنه در داخل آب ادرار نکنید، آب اهل داره. الله اکبر، بدون میکروسکوپ و اینا چی داره؟ میکروب های مفید آب داره اونجا، اینا آزرده میشوند با ادرار شما. و از این داستانا تا دلت بخواد در این آیین ما داریم. این دین آمده این کار رو کرده، واقعا این کار رو انجام داده. اگر دین باعث بشه افرادی چون وجود مقدس مولانا و مولا العالمین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام به جهان بشری عرضه کردن، اگر ترس باعث این مطلب شده، سلمان فارسی یک ایرانی و ایشون زردشتی بعد بیاد بره تحقیق کنه، بره مسیحی بشه، از طریق مسیحیت دریابد، بعد منتظر پیغمبری باشیم و بلندش بیاد در مدینه خدمت پیغمبر برسه و اونجا به دست پیغمبر مسلمان بشه، انقدر بره بالا تا جایی برسد که سلمان منا اهل البیت بهش بگن تقریبا توجه کردید، ابوذر رو تربیت بکنه، قهرمان ربزه و دیگر بزرگان رو. اگر واقعا ترس عامل پیدایش دین هست، پس ای کاش که تمام مردم جهان همه ترسو بودن. اگر اینجور باشه چه بحثیه که با بیایم چی کار بکنیم، بیاییم و دین رو به این ترتیب بخوایم توجیهش بکنیم. خیلی بسیار جای تعجبه از یه همچین آدمی که آدم عرض کنم حضورتون که هیچ توقع ندارید، یک مغز عرض کنم که فلسفی اینجور به این راحتی بده همچه عرفی رو بزنیم بدون ایش. یه مطلبی رو الان شما فهمید، ولی عده‌ای از افراد، حالا نه تمامی افراد بشر، عده‌ای افراد به خاطر ترس از یعنی متدین میشن، نه اینکه خود اصل دین از ترس باشه، نه، شخص به خاطر اینکه میترسه از اینکه خدای نکرده خشم خدا رو برای خودش به وجود بیاره، یا میترسه از اینکه عاقبت کارهایی که انجام میده یا از کاری که انجام میده خدای نکرده کار اشتباهی انجام بده، میره و متدین میشه. این هست، نه اینکه اصل و سرمنشأ دین ترس باشه. بله. درست عرض میکنم؟ بله درست میفرمایید، نهایت باید کاملش کرد این قضیه. بله. کامل کردن ماجرا به این ترتیب هست که ما در شبی که هم به همین زودی این کار را خواهیم کرد انشاءالله، راجب فواید دین سخن خواهیم گفت اونجا. بحث سر این ماجرا هست که خدای متعال انسان رو خلق کرده، بحث دین هم بحث خود خدا خواهد بود. در این خدا صفاتی هست، اسمش صفات عدالته، هممون هم میدونیم دیگه. خب اگر قرار باشه اینجور نباشه، آیا عدالت در خدا محقق می شود واقعا؟ یعنی منی یا شمایی که یه عمری در زندگیت با یک زندگی خیلی ساده ای ساختی، کاری که بهت گفتم بکن کردی، اونایی گفتن نکن نکردی، توجه کردی، به دیگران تا اونجا که توانستی رسیدی، تابعیت ولی زمان رو داشتی، اون وقت شما در رستاخیزش در قیامتش صاحب همون مقامی باشه که کسی که از اول عمرش الوات بوده رفته، اینو کدوم عقلی قبولش میکنه؟ حالا ما انشالله این بحث رو باز میکنیم براتون که در انشالله اون شبی که راجع به فواید ایمان سخن خواهیم گفت این مطلب رو قشنگ باز کرد و براتون عرض میکنیم. نه، مسئله کشیده شدن انسان به طرف دین فقط این قضیه ترس از عذاب دوزخ نیست. قبل از ترس از عذاب دوزخ چیزهای دیگری به مغز انسان خطور میکنه. عظمت هستی رو چرا نمیگیم ما؟ نه. این چیه؟ ساختمان عظیم، تلسکوپ هابل رفته خبر آورده، برای مخابره کرده، کهکشانی کشفش کردن که با کهکشان راه شیری ما میرفه ما 16 میلیارد سال نوری فاصله شه. فکر آدم کرده این مده وقتی به گوشش میخوره، این عظمت عجیب غریب، این نظامات بسیار دقیقی که انشاءالله یک شب در این باره مفصل سخن خواهیم گفت و کام قطعا بینندگان و شنوندگان رو بسیار شیرین‌تر خواهیم کردش. این همه نظامات دقیق در زندگی ویروس، در زندگی میکروب، در زندگی قارچ، در زندگی انگل، در زندگی حیوان،
در زندگی انسان، در زندگی کهکشان، در زندگی سماوات، این همه نظامات دقیق آدم به خودش فکر نکرده؟ بابا تو که برای هر چیز ساده کوچولوی دنبال علتش داری میگردی، نمیگی که خلاصه اینجا این همه معلول با داریم، آخه علتش کیه؟ علت چی چی هستش؟ لذا به نظر من قبل از که بخوام اون بحث مطرح بکنیم، در جای خودش مطرح، البته بحث سازنده هستی رو باید دنبالش بگردیم. این اولین سوالی که انسان خودش میکنه. در بخش فواید دین خواهیم گفت که اصلا با چرا دنبال دین میریم و برای چی دین رو اتخاذش میکنیم. حالا روی عمق پوشیده است بگیمش. شما گاهی قاعد این مطلب بهش توجه میکنید که اساساً اولین فایده دین فقط اینه، بیاد به سوالات من جواب بده. بعد داستان دیگه بهشت و دوزخ و این حرفاش بحثای بعدی خواهد بود. انسان تا زمانی هم که آرام نگیره، حالا هر طرف هم میخواد بره بره ها، تا زمانی که مطمئن به یک مطلب نشود آرامش خاطر پیدا نمیکنه. حتی به اینجا برسه که اصلا خدایی هم نیست، ولی بالاخره باید برسه. من به همین خاطر گفتم تعمیم ندادم این مسئله رو، گفتم برخی از افراد بلد. یعنی در مورد برخی از افراد شاید این مسئله که بدون هنوز اون سطح بالای از معرفت رو یا دین شناسی رو کسب نکردن، شاید اولین موتور محرکه اونها به سمت دین و تدین شاید اون ترس باشه بلد. و بعد حالا بر اثر اون ترس مثلا تحقیقات بیشتر داشته. البته ترس اگه بخوام بگیم به اصطلاح بعد از این است که ما قبول کنیم که خدایی هست. بله. عرض کردم براتون، چون دین اصلا بحثش میاد سر این داستان میچرخه و این خدا خلق کرده ما رو، به ما پیغمبرون پیغمبر فرستاده، این مراتب بعد اون بعدن بهش برسیم، به اینجا برسیم. حالا حرف جالب دیگری که آقای راسل میزنه که خیلی جالبه، من فکر می‌کنم که کاهی اوقات اینا فلاسفه چیشون میشده، یه چیزاییشون میشده که اینجوری حرف میزدن. حالا داره اشکال میکنه. اگر برای هر کاری علتی لازم داریم پس وجود خدا هم علتی میخواهد. این کار بچگانه است این. خب و اگر امکان وجود چیزی بدون علت میرود، پس چرا خداوند را بدون علت قبول کنیم و طبیعت را همون خدا نپنداریم؟ واقعا از این آدم، اون خدایی که من میگم تو خیال میکنه حسن علی بقاله که علت میخواد، یا فلان بنا هست که علت میخواد؟ اون خدایی که ما معتقدیم اول اول و آخر، اول و آخر، وقتی در روایات شما بررسی میکنید براتون میگن اول و من لا اول الله، الاخر الاخر و من لا آخر الله، اولی اصلا نداره، یعنی خدای بدون اول اصلا، یعنی در قبول حضرت حق جل و علا ابدیت که سهل است، ازلیت هم خابیده. این قاعده علیت به درد اینجا میخوره، نه به درد خدای متعال. واضح این قانون خودشه، خودشم تحت شعای این قانون قرار گرفته اون وقت. و تو خدا رو نشناسی، یا خدایی که حداقل ما میگیم نشناختیتش. ما در خدای سبحان جل و علا این مطلب رو میدونیم، خدای متعالی که افاضه هستی فرموده است، هستی عین ذاتشه و غیر قابل انفکاکه. اگر غیر قابل انفکاک نباشه، این سوال به راحتی پیدا میشود که غیر منفک از هم دیگه بشوند که این خدا ناتوانه که هستی رو ازش گرفتم. مثلا فرض بفرمایید غیر قابل انفکاکه، ما میگیم خدای متعال ازلی هست، معنای ازلی یعنی بدون علت اصلا به طور کلی. حالا ما حق داریم این سوال رو بکنیم. شما میگید تمام این مجموعه بزرگ کلان هستش، همش کهکشان هایی که وجود دارین، اینا ناشی از یه دونه انفجاره، بیگ بنگ. اینا همه قبول کردن دیگه. البته همه قبول کردن قرآن قبلا گفته، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، همه با هم چسبیده بودن بازشون کرد. این همون همه گفتن اینو. یک سوال پیش میاد، این بیگ بنگ یعنی آنچه که باعث شده که این جان به این شکل درست بشه، همون انفجار اولی است، از یک ماده همگن گازی شکل به اصطلاح. خیلی خوب، چطور شد، چطور شد که این انفجار صورت گرفت در اون ماده اولیه؟
خب باز راه بیام دیگه. من گفتم طبیعت بگیرم، دارم طبیعت رو میگم برام دیگه. ها چی شد؟ علتی که باعث شد در اون ماده اولیه انفجار درست بشه یا داخلی بوده یا خارجی بوده، بگید. اگر داخلی بوده، از همون گونه که تو اون ماده رو ازلی میدونی، باید چی بشه؟ باید اینم ازلن میبوده، یعنی ازلن انفجار صورت میگرفته، نه 4 میلیون سال قبل زمان براشت. اگر از خودش نبود، از خارج بوده، اون خارج کیه؟ اون خارج کیه؟ ناچاری، هیچ رای غیر از این نداریم، باید بری سراغ خلاق عالم که ماده نیست، ماده رو خلق کرده. لیس کمثله شی، به هیچ چیز شبیه نیستش. اونجایی که میخوان برامون صحبت بکنند این مطلب رو میگن که اصلا وجود خدای متعال غیر از همه موجوداته، همه موجودات نیازمندن، تغییر و تبدل دارند. خدای متعال نه نیازمند است، الله الصمد به اصطلاح. بنابراین یه همچین صحبتی از همچین بزرگواری که بلندش بیاد بگه که چی؟ اگه قرار بشه بگیم خدا هم علت بخواد، این علت در جهان ماده است. ما خدا رو ماورای ماده میدونیم اساسا. او همه هستی رو ایجاد کرده و به یک انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، به یک اراده هستی رو خلقش کرده، تمام شده رفته. این حرفا چیه شما میزنید؟ واقعا واقعا جای به اصطلاح. خب و باز برویم سراغ مطلب دیگری. احترام افراد بشر، این سخنی است که دانشمند بسیار بزرگ ما از دستمون رفت متاسفانه، مرحوم محمد تقی جعفری. این کتاب من توصیه میکنم به تمام بینندگان گرامی، اگر تو مباحث الهیاتی میخوان وارد بشن و یه مقدار مطلب بیشتر و بهتر از دست اول گیریشون بیاد، این کتاب رو تهیه بکنند. به اصطلاح این مناظری که شده یا گفتگوی که شده بین اون مجری و بین آقای راسل، آقای محمد تقی جعفری شرحش کرده. تنها شرحش هم نکرده، خیلی جا اینقدر مطلب گنگ و مغلق بوده که ورداشته برای راسل به خاطر اون مطلب نامه نوشته و تأسف میخورد که یک دونه از نامه هایی که برای آقای راسل نوشته در همین ارتباط، یک دونهش اون جواب لازمی که من میخواستم بدانم به من داده نشده است. توضیح و بررسی مصاحبه برتراند راسل وایت، وایت اون مجریست بله. خب ایشون داره یه مطلبی میگه، اگر تو فرض کنی که نیست، فرض میکنیم که هست، یعنی ترس عامل چی هستش؟ عامل ایجاد دین هستش. ببینید چقدر زیبا استدلال کرده. احترام افراد بشر به مقررات اجتماعی هم معمولا به خاطر ترس از کیفر است. خب آیا این ترس از کیفر میتواند مقررات اجتماعی رو بیهوده و نامفهوم جلوه دهد؟ نه، اینو وضع کردن برای که انسان ها خوب زندگی کنن، نه ترس از به اصطلاح جریمه‌ای که ممکنه برای آدم خلاصه درست بکنن. این قضیه اینجوری نیستش. یه بحث‌های خیلی 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 زیبایی داره که حالا اسم این کتاب چی هست؟ کتاب توضیح و بررسی، عرض کنم که مصاحبه برتراند راسل وایت، خیلی قدیمی کتابش و اینو شرکت سهامی انتشار تهران اینو به اصطلاح چاپش کرده. الانم اونجا احتمالا باید وجود داشته باشه. بسیار کتاب قشنگیه، یعنی با جناب عالی که الان کلی با آتئیسم آتئیستا خلاصه سر و کار داری، من فکر میکنم حالت وجوبی داره. اگر میدونستم برات میآوردم، البته متاسفانه نیوردم. کتاب کوچولویی هم هستش. درست اینجا یه مطلب عمیق‌تری رو این بزرگوار مطرح میکنه. خب میگه تو آمدی گفتی علت دین چی هستش؟ علت دین ترس. و یه جاهای دیگر هم عنوان کردی که علت دین جهل. اینم گفته این مطلب رو البته. خب در فروید هم یافتیم که چیه؟ عقده‌های جنسیه.
در کمونیست هم فهمیدیم که داستان اقتصاد است و لوازم تولید. خلاصه تکلیف مردم دنیا با شما چی میشه؟ هر کی حرف بزنه مردم حتی چی کارش بکنن؟ چه کارش بکنن؟ برخی رو تصور بر این است که هر کس رفت دانشمند در رشته ای شد، پس بنابراین چه خواهد شد؟ این لامذهب خواهد شد. باز اینو دربارش بیشتر سخن خواهیم گفت، فعلا در حد رفع نیازمونه. دانش میاد مثلا جای خدا رو میخواد بگیره. ای بابا چشماتو باز کن. یک نفر در آمریکا به نام جان کلوور مونسما اسمشه، یک کار جالبی کرده آقای چیز. اون کار اینه، ورداشته به تمام دانشمندان شماره یک در هر رشته یا رشته های علوم نامه نوشته. فیزیسیان بوده، شیمیست بوده، نمیدونم هرچی بوده، روانشناس بوده، تمام در آمریکا یک بودن. سوال کرده شما به چه برهانی خدا را قبول کردین؟ آقای بزرگانیا، یک نفرشون نمیگه من خدا را قبول ندارم. تمام نامی هم هستن، تمام نامی هم. کتاب هم ترجمه شده، باز اثبات وجود خدا، خدا ما رو آرام ترجمه کرده. یک نفر نمیگه من به خدا معتقد نیستم. این چه سوالی هم داری میکنین؟ تمام میگن به خدا معتقدی، اونم نه خدای مسیحیت نه خدای ستایی، خدای سگانه، ستایی یکی ستا، خلاصه خدا یکتا. جانور شناسشه، میگه شما بیاید توی مثلا استرالیا، اونجا با یک سری گیاهان برخورد میکنی. این گیاهان گوشخارن، گیاه هم گوشخاره، البته گوشت هم نه، این حشرات بشرات رسه اونجاست. این گلبرگ این گیاه میگه سه قسمت داره، از هر قسمت یه رو شیره خاص ترشح میشه. یک سوم بالای گلبرگه، شیرهی که ترشح میکنه خیلی معطره، حشره با بوی عط جذب میشه، میاد میشینه اونجا، کم 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 سر میخوره، لیزه دیگه، میاد تو طبقه دوم قرار میگیره. طبقه دوم شیرهی ترشح میکنه که این حشره رو به کلی بیهستش میکنه، میفته تای گله، یعنی قسمت سوم گلبرگه، شیره ای ترشح میشه، هضم میکنه، هضمش میکنه. این کی به این آخه موجود است؟ گیاه هم از حیوان هم نیست، سه نوع داشت شیره مختلف ترشح بکنه. میگه من به این دلیل شناختم. یکی آبشناسه، میگه قرار گرفتن آب در جدول مندلیف روسی، البته اون چیزی که ما از آب میبینیم و باید ببینیم باید به شکلی بخار باشه، گاز باشه. این چه دستیه که خلاف رویه جدول مندلیف آورده در جای دیگری قرارش داده اینجا؟ تمامشون به این شرح و تفصیل خلاصه برامون دارن میگن خدایی وجود دارد، خدایی وجود داره. حالا خود این آدم هم اگر اشتباه نکرده باشم، خود این آدم هم یه جایی بالاخره ناچار شده آقای راسل یه کاری بکنه، خلاصه که معلومه که از دستش در رفته. حالا اگر پیدا کنم براتون، اون رو براتون میخونم. حالا یه جمله دیگه هم بگم براتون. من مشاهده میکنم که قسمت اعظم انسانها به وجود خداوند معتقد نیستن. دروغ میگه، قسمت اعظم نیست اینجور. پیروان ادیان ابراهیمی که هم معتقدن و غیر اینها هم بسیار افراد پیدا میشن که این ادیان ندارن ولی معتقد به خدا هستن. شاید معتقد به دین خاصی هستن ولی به خدا معتقد هستن و یه قدرتی ایمان دارن و هیچ گونه تنبیه آشکاری هم به دین مناسبت نمیشوند. یعنی یه خدایی هست باید این رو خلاصه در جا تنبیه بکنه، خبری هست. حتی اگر خدایی وجود داشته باشد، اگر بخواهد به دین خاطر، ببین اصلا بچگانه است این حرف، حتی اگر خدای وجود داشته باشد، اگر بخواهد به دین خاطر
که عده‌ای در وجودش شک و تردید به خرج می‌دهند رنجیده خاطر شود، من او را موجودی خودبین و متکبر خواهم پنداشت. دوباره به او باید گفت اگر خواستی خداشناسی داشته باشی، اگر خواستید بیای در جرگه خداپرستان قرار بگیری، اول خدا رو باید بشناسیدش، به صفات و سماتش باید بشناسیدش. خدای متعال از آنچه ما آدمیان داریم چی هستش؟ اونجا که میگیم غضب خدا یعنی دوری از رحمت خدای متعال. خدای متعال تغییر حالت نمیدهد. خدای متعال از این امور چی هستش؟ از این امور مبرا هستش و از این امور خلاصه. حالا در جایی گفتن، حالا من این اگه پیدا کنم براتون بگم بد نیستش، که خلاصه ما ناچاریم یه چیزهای خارق العاده و فوق طبیعت رو هم قبولش بکنیم. ما ناچار شدیم. این که ما ناچار شدیم، من یاد اینشتین میفتم. در یک جایی باید صحبت بکنیم، دانشمندان بزرگ نامور دنیا که راجع به خدای متعال چه گفتن. البته اینشتین از این مرحله رفته جلوتر، با که یهودی زاده است، اما یک اعتقاد عجیب به قرآن کریم داره این آدم اینشتین. روال میکنه که ما هرچم که خیال کنیم که دانش جلوتر بره، نمیتواند پرده از روی تمام ابهامات ما بردارد. نمیتواند این کارو بکنند. هر روز بنده اینو عرض میکنم، هر معلومی که برای انسان کشف میشود، به دنبال خودش پنج تا مجهول دیگه هم داره میاره. درست. یه زمان شما میگفتید که چی؟ میگفتید که ماده در تجزیه نهاییش به اتم میرسه. حالا اتم چیه؟ رفتی بررسی کردی، اتم پیدا کردی، الکترون، پروتون، نوترون، پوزیترون و 36 ذره بنیادی. حالا یه دونه مشکلت و ابهامت که اتم باشه به 7 تا، 10 تا، 15 تا، 35 تا تبدیل شدهش. و راست خوب بو علی تا به دانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم. اون علیم و خبیر خدای متعاله. البته به ما هم افاضه کرده، به ما هم روحیه‌ای داده، عقل و شعور و اندیشه‌ای داده که در حد اون مقداری که میتونیم و کاپاسیته ما داریم دانش رو بگیریم. ولی این نیست که تمام مجهولات عالم رو ما فکر کنیم دانشمندان برامون حل کرده باشن. هیچ کس چنین مطلبی رو عنوان نکرده. هیچ. این که سهل است. خیلی جا شما میرید نگاه میکنید، طرف بدونه یک دونه استقرار صحیح نظر داره میده، تمام دولت ها از تشکیلشون الی الان تمام پنج مرحله را پشت سر گذاشتن. کدوماشون این کارو کردن؟ برو با سوئیس بگو، مثلا بگو دوران چیزش اینجوری بوده، دوران بردهداریش اینجوری بوده، دوران فئودالیسمش اینجوری بوده، از این سال تا اون سال بوده. یک دونه کشور رو نمیگه. وقت این آدم پیشگویی میکنه که بعد از شوروی، یعنی روسیه که حالا هست، که شد رفت در سوسیالیسم قرار گرفت، اولین جایی که سوسیالیسم خواهد شد انگلستانه. اینم پیش بینیشه. حالا دومین جا هم فرانسه است، سومین جا هم آلمانه. هیچ کدوم از اینها نشدند. تازه اگر دانش تمام داشته باشن حرف حساب نمیتونن اون طور که باید بزنن. اینکه دانش تمام هم نداره. حالا بزرگی آدم ها یه نکته که فوق العاده مهم به نظر من است. بزرگی آدم ها در رشته های خاصی از علوم انسان رو در برابرشون خاضع و خاشع نکنه. اگر هم میخواد بکنه، در مورد همون علوم خاضع و خاشع بکنه، چون همه چیز رو همگان دارند و همگان هنوز از مادر زاده نشده اند. بله. حتی وقتی خدای متعال یا پیغمبر میخواد حرف بزنه، خب هر چی خدای متعال از علمش خواسته به اون مقداری که خواسته پیغمبر داده، نه آنچه علم خودش هست. مطمئنان پیغمبر خیلی علم هم نداره، شکی نیست. امیرالمومنین هم نداره، خودشون هم عنوان میکنن این قضیه رو. بنابراین تصور نکنیم نامی که میاد به میان، برتراند راسل، خب خیلی گنده است آخه، همه هستن در جهان بشری، ولی این معناش اینه که در هر زمینه‌ای که اون داره صحبت میکنه، چون ریاضیدان بسیار قدرتمندیه، چون فلسفه رو خوب بلده ظاهرن، پس
پس بنابراین حرفش در هر جا میتونه میزان باشه، این نیست. اون کسی که حرفش میتواند میزان باشد تنها کسی است که انسان رو خلق کرده، از همه چی انسان خبر داره، ریز و درش انسان رو میدونه، از انسان آگاه تره، به خود انسان به اصطلاح. اینه ما به همین دلیل میگیم چون انسان موجودی ناشناخته است به قول الکسیس کارل، بنابراین باید آدم دنبال کسی برود که این انسان را میشناسد. انسان خودش رو نمیتونه بشناسه، چه برسه من بخوام دیگری رو بشناسمش. خیلی جالبه، خود آدم گاهی کاری انجام میده بعد میگه که یه حرف بدی میزنه، ده دقیقه بعد میگه این من بودم، چرا این کارو کردم، یعنی خودم رو نمیشناسم، من نشینه. خب حالا این خدای متعال که همه چیز را میداند، آنچرا که بشر نیازمند بوده همه را توسط افراد برگزیده‌ای که دارای مقوله عصمت بودند، خطا نمی کردن و بعد علم الهی می داشتن، به راه صحیح خوانده انسانها را و سعادت انسانها را در گرو تبعیت از اونها در هر زبانی که هستن می دانه. خب این پیغمبران هم جملگی آمدند، همشون بلا استثناء، حتی زردشت پیغمبری که الان من دارم راجبش صحبت میکنم، او در مورد پیغمبر ما حرف زده، موسی گفته، عیسی گفته، داوود گفته، سلیمان گفته، همینا گفتن، تمام اینا آمدن ما را حواله به پیغمبر آخرالزمان دادن که او آنچرا که شما نیاز داشته باشید به شکل قاطع براتون برداشته آورده، لا رتب ولا یابسن الا فی کتاب مبین. البته باز اشکال نشود، لا رتب ولا یابس در مسئله رهنمایی و هدایت در این جهته، همه چی آنچرا که شما فکر کنید در این قرآن مقدس یا کتاب پیغمبر اکرم از سوی خدای متعال آورده وجود داره. همه ما هم برای سعادتمند شدن نیازمون فقط این است سراغ این کتاب بریم. بشریت داره فرار میکنه ولی در فرار کردنش بدبختی خودش رقم میزنه. الان دنیا رو داریم میبینیم چه وضعیتی داره، دست این دانشمنده افتاده. ببخشید مثل که ساعتی خود نخواه شما، ما تقریبا 5 دقیقه تا پایان برنامه فاصله داریم، هنوز دنیا به این روزگاری که الان نگاه میکنیم افتاده. خب نیاز به این دین داره ولی ظاهرن نمیخواد سرخم کنه، ظاهرن نمیخواد سرخم کنه. بنابراین خدای مهربان ما برای نجات بخشی مردم جهان از آنچه دارن درش دست و پا میزنن یک دونه گوهر در خزانش ذخیره فرموده است. این گوهر اون زمانی که مردم دنیا به جان بیان بدونن که از هیچ کس برای نجات اونها، برای سعادت اونها کاری ساخته نیست، در خانه خدا بروند و بگویند حالا هر کاری خودت بخوای بکنی بکن، هر کاری بخوای بکنی بکن. لذا چون جمعه هم بود، یکی از بهترین کارهایی که باید انجام بدیم، ما مسلمان ها که الحمدلله معتقدیم، به امام معتقدیم، مهمترین مطلبی که در این زمان برگردن ما بار شده است این است که برای فرج و ظهور مهدی دعا بکنیم، برای فرج و ظهور مهدی دعا بکنیم، از سلیم دل هم دعا کنیم. اللهم اجل ولیک الفرج والعافیت والناس. الحمدلله، خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر، بسیار بسیار استفاده کردیم، هرچند برای بنده سوالات مختصری به وجود اومد ولی خب خدا که فرصت برنامه رو به اتمام هست، حالا شاید در شبهای آینده انشاءالله از حسالی بپرسم حتما، ولیکن اگر اجازه بفرمایید در این 3-4 دقیقه باقی مانده خلاصه آنچه در این جلسه بیان شد رو تکرار بکنم. شما هیچ ملاحظه من نکن، هر وقت سوال به این مغزت خطور کرد من خوشحال تر میشم. وقت برنامه متساوی باشه، خب من کم دارم میذارم عزیز، ان شاء الله فردا حتما مطرح خواهم، حتما هر وقت برای همیشه میدارم میگم عزیز، هر جای صحبت من شما به ذهن چیزی خطور کرد خودتو باش مشغول نکن، حتما سوالتو مطرح کن، من راحت ترم به او جواب بدم تا که حرفای خودم بزنم. سلام باشید. خب ما بحث خاصگاه دین رو داریم حرف میزنیم راجع بهش. تا حالا درباره 3 دسته ما سخن گفتیم، افرادی که صاحب نظر در بیان دین بودن، یعنی خواستن نظر در مورد دین بدن دیگه. اول مارکسیستا بودن،
دوم فروید بوده، سوم که آقای راسل بود که الان امشب دیدیمش خداستانش رو. یه دسته دیگه مونده، اونم جامعه شناسان هستن، اونا بر اساس آنچه که خودشون معتقدن برای دین سری حرفا زدن. انشالله فردا شب زنده باشیم رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. خب بعد در مورد بحث اختصاصی امشبمون که آقای راسل باشه، هر شهری براتون آدم صاحب نامیه، ولی صاحب نام بودن در فلسفه یا در ریاضیات یا عنوانی تلقی نمیشود که او هرچه را که میگوید صحیح میگوید. در مورد مذهب یه سری حرفای زده که نباید میزده، معلول ترس دانسته است و ما دیدیم که ترس نمیتواند مذهب آفرینی کند. اولی مطلبی که به ذهن ما خطور میکنه اینه که آنچه انسان رو به طرف مذهب میبره عظمت هستی و آفرینشه. به نظر من عظمت هستی و آفرینشه. جای دیگه هم ورش کار کرده، جای دیگه هم ورش رو آورده، جهل و مطرح میکنه. خلاصه عرض کردم، البته یه نکته هم ازش پیدا کردیم که به هر حال ما غیر از این اموری که بهش اعتقاد داریم در زندگی خودمون، باید به امور ماورایی هم اعتقاد داشته باشیم. یعنی سرانجام به این مطلب اعتراف و اذعان میکنه. و بعد هم عرض کردیم مردم دنیا هم راهی غیر از این ندارن، دنبال راه صحیح باید برود. راه صحیح فقط یه دونه است، ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السفل سبل فتفرق بكم عن مسیره. خب این داستان رو باید داشته باشیم. یک آینه، یک راه از خدا برمون قرار داده، آیین مقدس اسلام، اسلام شیعی با بیانات شیوای امیرالمؤمنین حضرت ابو عبدالله حسین سلام الله علیهما و بیان بزرگان دیگر. این هست و اگرم انسان نخواهد خودش بره زیر این بار، خدا گوهری ذخیره کرده که انشاءالله ظاهرش میکنه و مردم دنیا را به سوی بهروزی و سعادت بندی انشاءالله خواهد برد. احسنتم، خیلی ممنون و متشکرم. و امشب هم به لطف خدا بحث ما باز هم به پایان خودش نزدیک شد، در حالی که آشنا شدیم با نظریات کسانی که با صحبت‌های خودشون مسیری غیر از مسیر حق رو طی کردند و بطلان صحبت‌های اونها رو با کلام حقیقت و با کلام رسین عقلانی تونستیم پاسخ بدیم. و انشاءالله اگر کسی از این گونه افراد با ما هم صحبت بشه، انشاءالله فکر میکنم بینندگان عزیز برای او پاسخی در خور خواهند داشت. آقای دکتر خیلی ممنونم، متشکرم از شما، بسیار بسیار استفاده‌ام. انشاءالله فردا شب هم ادامه بحث رو در خدمتتون باشیم. من اگر از فهمید از حضور شما خداحافظی بکنم. بینندگان عزیز و ارجمند، از شما سپاسگزارم از اینکه تا به این لحظه با ما همراه بودید. هر کجا که هستید صحیح و سالم باشید. التماس دعا و یا علی. مهر تو ای حسین جان از دل کشد زبونه، مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه، پر میزنه شبونه. مولای من حسین جان، آقای من حسین جان.